مؤسسه اقتصاد و صلح در ردبندی جهانی صلح 2023 افغانستان، یمن و سوریه را در میان 163 کشور در رده ناآرامترین کشورهای جهان قرار داده است. مؤسسه اقتصاد و صلح در 17 همین گزارش سالانه خود وضعیت صلح را در 163 کشور جهان در سال 2022 بررسی کرده است. در این گزارش میزان آرامش کشورها بر اساس ارزیابی 23 شاخص کیفی و کمی از جمله شمار قربانیان منازعات، میزان تلفات، درجه نظامی سازی، صادرات اسلحه، رویدادهای تروریستی، بی‌ثباتی سیاسی و آمار زندانیان بررسی شده است. بر اساس این گزارش در سال گذشته میلادی 238 هزار نفر بر اثر منازعات در سراسر جهان کشته شدند. این مؤسسه گزارش خود را چهارشنبه هفتم تیر در لندن منتشر کرد و در آن گفته که وضعیت امنیتی افغانستان همچنان نامشخص است. گزارش افزوده که خشونت در سراسر این کشور همچنان گسترده است. و تروریسم همچنان یک نگرانی جدی امنیتی شمرده می شود. مؤسسه اقتصاد و صلح کشورهای یمن، سوریه، سودان جنوبی و جمهوری دموکراتیک کنگو را بعد از افغانستان به ترتیب ناآرامترین کشورهای جهان دانسته است. این مؤسسه کشورهای ایسلند، دانمارک، ایرلند، نیوزلند و اتریش را به ترتیب در ردیف آرامترین کشورهای جهان قرار داده است.